سلام دوستان، خبری در طی این یکی دو روز گذشته درباره برنامه جدیدی که قرار عادل فردوسی پور منتشر بکنه پخش شده بود که دیشب خبر رسید که این برنامه توقیف شده و در واقع مجوزش رو از جایی به اسم ساتران نگرفته. توی این ویدیو یک مرور میکنیم بر ویدیوهایی که داره میاد، ماجرای اصلی و اتفاقی که افتاده برای فردوسی پور رو مرور میکنم و درباره دو تا برنامه دیگه صحبت میکنم که به زودی قراره عرضه بشن و بعضیاش برای شما آشناست. ازتون خواهش میکنم کانال نیمانیا تیوی رو که به سرگرمی‌های تصویری میپردازه همین الان سابسکرایب کنید و اگه میخواین ویدئوهای بعدی رو دریافت کنید تیک زنگوله کنارش رو هم بزنید، ویدئو رو لایک کنید و نظرتون رو هم کامنت بذارید. اما ماجرا چیه؟ یک جایی تشکیل شده به اسم ساترا که به نظر میرسه در لحاظ چارت سازمانی زیر مجموعه صدا و سیما است و مجوز سینمای خانگی رو این مرکز میده. یه چیزی داره حالا به اسم مجوز موافقت کلی. موافقت کلی ساخت برای رسانه‌های مختلف، برای فیلیمو، کافه، بازار، آپارات، نماوا، تیوا، رسانه‌های مختلف که وجود داره، همه اینها رفتن مجوز گرفتن از این مرکز و حالا این مرکز به محصولاتی که تولید میکنن هم باید مجوز بده. حالا کاری ندارم که این اتفاق باعث میشه احتمالاً که محصولاتی که قرار رقیب صدا و سیما باشن به نوعی به شکلی زیر مجموعه اون باشن از نظر محتوایی به طور کلی و اینکه آیا اقبال سریال هایی که مثل دل، هم رفیق، آقازاده و مانکن، عاشقانه و این فضایی که بود تغییر خواهد کرد یا نه، ممیزی ها زیادتر خواهد شد، آیا موضوعات و مضمون ها صدا و سیمایی تر میشن یا نمیشن. از همین که بگذریم، مثلا فردوسی پور که از صدا و سیما کنار گذاشته شده و حالا یه ذره لحنش هم این هفته تندتر شده بود و از عدم داشتن منطقی برای جلوگیری از دانشجویان و نخبگان برای خروج از کشور هم صحبت کرده بود، درباره این صحبت کرد که برنامه‌ای دارن میخوان عرضه کنن از طرف فیلیمو و کافه بازار به نام 99 که خب اشاره هم به برنامه 90ش هست و امسال هم که سال 99. اما مسئولان این ساترا اعلام کردن که علت این که مجوز نگرفته این نبوده که ما مشکلی داریم با ایشون، علیرغم اون چیزی که داره وانمود میشه توی بازار. علتش این بوده که ظاهرا مدارک از مراکز مختلف امنیتی و نظامی و انتظامی و چیزای اینجوری ظاهرا باید میومده که اینها برای برنامه 99 عادل فردوسی پور هنوز ارسال نشده و هنوز نهایی نشده، در نتیجه موضوعیتی نداشته که بیان و دربارش با هم بحث کنن و ببینن که حالا مجوز بدن یا ندن، موافقت کلی با ساختش بشه یا نشه. اما برنامه های دیگه هست مثل همرفیق که شهاب حسینی ساخته و اگر بخواین میتونین اینجا ویدئو رو ببینید که دربارش توضیح دادم به طور کامل. و دیرین دیرین، این دوتا مجوز گرفتن که دیرین دیرین هم همونطور که میدونین انیمیشن های کوتاهی بوده تا حالا که طنز بوده و با آهنگ و اشاره به ترانه های قدیمی، ترانه های خارج از کشور، لس آنجلس، بقیه اینها ادامه پیدا کرده، ولی ظاهرا قرار برنامه مستقل تری داشته باشه برای خودش و شاید بشه به نوعی پیش بینی کرد که یه چیزی شبیه سیمسون ایرانی میتونه تبدیل بشه. حالا با در مثل مناقشه نیست و این برنامه میتونه یک چیز نقد انیمیشن هفتگی یا ماهیانه یا هر چیزی به صورت حرفه‌ای تر و طولانی تر و با اشاره به موضوعات اجتماعی باشه، چرا که ما دیدیم که خیلی وقتا به نظر رسیده خط قرمزهایی رو هم دیرین دیرین رد کرده و تونسته ازش بگذره، ولی خب با این وجود به نظر میرسه مجوزهای کافی رو داشته و این رد شدن خط قرمزها با هماهنگی نهادهای قانونی بوده، اینجور که الان به نظر میاد. مسئله دیگه همرفیق قراره که افراد و چهره های مشهور مثلا تو برنامه اول نوید محمدزاده حضور پیدا کنه، چاب و حسینی باشون مصاحبه کنه و با نزدیک ترین رفیق
اون سلبریتی هم مصاحبه میشه. و خب پیش بینی میشه با توجه به اینکه این شبکه ها خیلی رونق دارن، شهرتی که شهاب حسینی داره با جایزه‌ای که گرفته، و خب افراد و چهره هایی مثل نوید محمدزاده و دیگران، میشه امیدوار بود که استقبال بشه از این مجموعه هم. اما خبری از پایان فصل آقازاده یا شروع عاشقانه دو یا گیسو هم نیست. و همچنین سریال دیگه‌ای به نام قورباغه که مدت هاست قراره ساخته هومن سیدی بازی صابر رهبر و دیگران عرضه بشه و ظاهرا فیلم بعدش هم تموم شده، اما عرضه اون هم به تأخیر افتاده. اما 28 سفر که آخر این هفته است و عزاداری ها تقریبا تموم میشه، میشه امیدوار بود که از هفته بعد یا حد اکثر هفته بعد از اون این برنامه ها کم کم ساخته بشه و بیرون بیاد، و از اون طرف هم فردوسی پور بتونه برنامهش رو مجوزش رو بگیره و عرضه کنه. باید دید آیا بازار زمستانی، حالا اواخر پاییز و اوایل زمستان تا شب عید، رسانه های تصویری، اونهایی که تقریبا مستقل از صدا سیما هستند، اونقدر کشش خواهد داشت تا عید مردم رو در خانه بنشونه و در روزگاری که کرونا همه ما رو خانه‌نشین کرده، ما رو از سینما دور کرده، ما رو از برنامه تفریحی حضوری دور کرده، آیا میشه امیدوار بود که اتفاق خوبی بیفته و ما هم در ایران سنتی داشته باشیم کمی رقابتی تر تا مراحل بعدی، که خب قاعدتا بازار اونقدر میتونه رقابتی باشه و اونقدر جا برای کار هست که به راحتی میتونیم بازاری مثل بازار سرگرمی ترکیه هم داشته باشیم. نظرتون در این رابطه برام بنویسید. آیا شما این برنامه رو مستقل میدونید یا نمیدونید؟ آیا به نظرتون برنامه فردوسی پور میتونه برنامه موفقی بشه یا نه؟ آیا از فیلمو نماو و دیگران استفاده میکنید، معمولا نمیکنید؟ مزایا و معایبی که توی ذهنتون هست در این رابطه رو برام بنویسید. خیلی خوشحال میشم که بخونم و از اونها توی برنامه‌های بعدی مثلا استفاده کنم. بین سریال هایی که در جریان هست و قرار بیاد، کدوم رو بیشتر منتظرین یا برنامه های تلویزیونی تصویری؟ و اینکه آیا شما این بازار سرگرمی رو جدی میگیرید یا نمیگیرید؟ لایک کردن ویدیو کمک میکنه به من که بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون بسازم با دیده شدن بیشتر و افزایش گستره مخاطبان این رسانه. تلگرام، اینستاگرام، توی کانال توی دیسکریپشن توضیحات ویدیو درد شده و شما میتونید از طریق اونا رو فالو کنید یا سابسکرایب کنید یا جوین بشید. اضافه بر این، به محض اینکه الان 900 نفریم 1000 نفر بشیم، سایت نیمانیا تیوی هم بالا میاد و من خبرش رو به شما حتما زود 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 اطلاع میدم. پرشونگی منو ببخشید، خیلی حرف زدم و شما خیلی صبوری کردید. ممنونم ازتون. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.